ده عادت بدی که اگر آن را ترک نکنیم شاید منفورترین آدم جامعه به حساب بیاییم. با سلام و وقت شما عزیزان بخیر، به یک ویدیوی دیگر از کانال من خوش آمدید. من، ما و یا شما عادتهای بدی داریم، اما برخی از عادتها هستند که موجب آزار اطرافیانمان می شوند. عاداتی چون با صدا، آدامس جویدن، تکان دادن پاها یا قطع کردن صحبتهای دیگران. این عادات رایج موجب می شود که دیگران پس از مدتی ارتباطشان را با شما کم کنند یا ترجیح دهند که در کنار شما ننشینند. اگر دوست دارید که این اتفاق برایتان نیفتد، این عادات آزاردهنده را شناسایی و از خود دور کنید. برای اینکه بیشتر بدانید با این ویدیو همراه باشید و ما پیش از همه کانال ما را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جالب و جذاب دیگر ما نیز آگاه شوید. شماره 1. آدامس یا ساجق جویدن. شاید شما از جویدن یا باد کردن آدامسی که در دهانتان است با وجد دارید، اما اطرافیانتان چطور؟ بدون شک افرادی که در اطراف شما هستند علاقه به شنیدن صدای آدامس یا ساجق جویدن شما ندارند. این موضوع برای افرادی که به بیماری صدا بیزاری مبتلا هستند عذاب آورتر است. بنابراین این بار که میخواهید در کنار دیگران آدامس بجوید، حواستان باشد که با دهان بسته بجوید. در غیر این صورت دیگران را از اطرافتان فراری خواهید داد. شماره 2. تکان دادن پاها. اگر شما پهلوی کسی بنشینید که مدام پاهایش را تکان می دهد، اعصابتان به هم نمی ریزد؟ آیا تمرکزتان به هم نمی خورد؟ تحقیقات نشان داده که تکان دادن پا یکی از نشانه های عصبانیت است. در واقع زمانی که شما در جمع نشسته اید و پاهایتان را تکان می دهید، این پیغام را به دیگران منتقل می کنید که عصبانی و ناآرام هستید. این عادت را کنار بگذارید، ورنه از شما همه فراری خواهند شد. شماره 3. با صدا غذا خوردن. غذا خوردن یکی از لذت بخشترین کارهای جهان است، به شرط اینکه موجب آزار دیگران نشود. آیا شما دوست دارید که کنارتان کسی بینشیند که با دهان باز غذا میخورد؟ آیا شنیدن صدای دهان دیگران برای شما ناخوشایند نیست؟ مسلماً هیچ کس دوست ندارد که صدای غذا خوردن دیگران را بشنود. جدا از آن، یک نوع بیماری به نام صدا بیزاری نیز وجود دارد که یک نوع اختلال عصبی است و فرد مبتلا به آن با شنیدن بعضی صداهای خاص دچار احساسات منفی شدیدی مانند عصبانیت، گریختن، تنفر و انزجار می شود. حالا دوست دارید کسی را بگریزانید؟ شماره 4. تکیه کلام. آیا تا به حال برایتان پیش آمده که به یک سخنرانی گوش دهید و ناگهان متوجه شوید که سخنران یک کلمه را بیش از حد تکرار می کند؟ مطمئنن شنیدن یک کلمه به طور مداوم احساس خوشایندی را به شما منتقل نخواهد کرد. برخی عادت دارند که انگام صحبت کردن مدام از کلمه آم یا در واقع یا حتی مثلا استفاده کنند. تکرار این کلمات انگام صحبت کردن میتواند آنقدر آزاردهنده باشد که حتی تمرکز شنونده را به هم بزند. این عادت را نیز کنار بگذارید. خب شاید سخت باشد، اما ناممکن نیست. شماره 5. بزاق دهن و یا آب دهن را دور انداختن و یا ساده تر بگوییم تف کردن. بارها پیش آمده که ما در کوچه و خیابان افرادی را میبینیم که روی زمین تف میکنند. در این شرایط چهره ایمان در هم میرود و از اینکه چی گونه آنها به خودشان اجازه این کار را میدهند عصبانی میشویم. واقعا چه کسی از تماشای آب دهان دیگری که روی زمین افتاده خوشش میآید؟ تحقیقات نشان داده که برخی از آقایان فکر میکنند که این کار بسیار هم جذاب است. اما سوال اینجاست، آیا آنها خودشان هم از دیدن این صحنه لذت میبرند؟ شماره 6. ناخن جویدن. شاید باورش برایتان سخت باشد، اما میلیون ها نفر در جهان به جویدن ناخن هایشان مبتلا هستند. مطالعات نشان داده که این کار ضررهای زیادی دارد. به عنوان مثال، ناخونهایتان پس از مدت رشد خود را از دست می دهند، یا بدتر از آن، میکروب ها از زیر ناخونها و از راه دهان به بدنتان منتقل می شوند. اما چرا با وجود این که این حقیقت را می دانیم باز هم نمی توانیم از این عادت دست بکشیم؟ طبق تحقیقات انجام شده، ناخون جویدن مانند نیکوتین عمل می کند. پس
اگر نمیخواهید آدم معتاد محسوب شوید، این عادت را نیز تلاش کنید تا کنار بگذارید. شماره 7، شکستن قلنج. شکستن قلنج انگشتان دست، گردن، کمر و غیره. شاید خستگی شما را در کند و به شما حس خوبی دهد، اما برای اطرافیانتان چندش آور است، یعنی انزجار آور و تنفر آور. احتمالاً زمانی که شما سخنهای بدنتان را به صدا در می آورید، این جمله را از دیگران شنیده اید که این کار را نکن، در آینده دچار آرتریت یا التهاب مفاصل می شوید. اگرچه این جمله ای که ما از بچگی شنیده ایم صحت ندارد، اما بهتر است که برای آزار ندادن دیگران این کار را انجام ندهیم. شماره 8، قطع کردن صحبت دیگران. صحبت کردن با افرادی که مدام حرفهای ما را قطع می کنند آزاردهنده است. شاید ما گاهی به طور ناخودآگاه این کار را انجام دهیم، اما اگر این رفتار تبدیل به عادت شود، بسیار آزاردهنده و به اصطلاح روی مغز انسان خواهد بود. شاید خودمان هیچگاه نفهمیم که این رفتار زشت است، اما زمانی که فرد دیگر این رفتار را با ما می کند، تازه به اشتباهمان پی می بریم. اگر نمی خواهید تا سیلی بر رویتان، مشتی به دهنتان و در نهایت انزجار بیش از حدی از آدرس کسی ببینید، هیچگاه حرف کسی را قطع نکنید. شماره 9، قرض کردن. تا به حال چند بار وسایل دیگران را قرض کرده اید؟ بدون شک همه ما گاه مجبور به این کار شده ایم، اما اگر این رفتار تبدیل به عادت شود، واقعا آزاردهنده است، به خصوص اگر بد قول هم باشیم و یادمان برود که آن وسیله را به موقع پس بدهیم. برای اینکه این حس بد را به دیگران منتقل نکنیم، بهتر است که تا جای ممکن از وسایل خودمان استفاده کنیم، و یا اگر وسایل دیگران را گرفتیم، آن را به وقت مناسبش و صاحب اصلی آن تسلیم کنیم. و شماره 10، بلند صحبت کردن با تلفن. آیا شما هم از این که بغل دستیتان با صدای بلند با تلفن صحبت میکند عصبی میشوید؟ مانند این ویدیو که دعوت میکنم تا آخر آن را با دقت ببینید. این عادت یکی دیگر از عادات آزاردهنده است که باید ترکش کنیم. اما چرا؟ از آنجا که بلند صحبت کردن شما تمام توجهات را به سمت خود جلب میکند، باعث عدم تمرکز اطرافیان میشود. فکر کنید که شما در حال خواندن متنی هستید و فردی در نزدیکی شما با صدای بلند با تلفنش حرف میزند. آیا تمرکز شما در این حالت به هم نمیریزد؟ آیا این کار او را بی ادبی نمیپندارید؟ در این شرایط حتی اگر سعی کنید که تمرکزتان را حفظ کنید و با مکالمه یک طرفه او گوش ندهید، باز هم نمی شود، زیرا ذهن شما به طور ناخودآگاه می خواهد که پیغام های طرف مقابل را حدس بزند. از این رو قادر به تمرکز روی کار دیگری نمی باشید و طبیعتاً تلفن شخص را به زمین زده و در برابر آن مانند خودش چیغ می زنید. بله دوستان عزیز و گرامی، از همراهیتان قلباً سپاسگزارم. امیدوارم این ویدیو برایتان مفید بوده باشد و این 10 عادت انزجار آور را کنار بگذاریم. تا ویدیوی دیگر، همه‌تان را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.